آقای بهمنی، شما را به خاطر اطلاعاتی که دارید از چند جهت خواستم. یکی اینکه اون شب که شما جلوی سینما بودید، اون چی که دیدید و مامورین چه کردن و خود شما چه کردید، اینو خیلی خلاصه و دقیق با صداقت بگید. بعد دوم اینکه کی خبردار شدید از حادثه، چون شما مأمور درب جبهه بودید. اینم دقیقا اطلاع بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سرپاسبان دوم خانباز بهمنی، ساکن شهرستان دارا. اولا شماها کم و بیش سربازی رفته اید و وظیفه قرار درب شهروانی یا ژاندارمری یا ارتش میفهمید. اول برای حفاظت از داخل شهربانی است و دوم در روز برای پیشفنگ کردن افسران و درجداران و سوم حق ندارد سیگار یا آب یا چیز دیگر بخورد تا اجازه افسر نگهبان یا رئیس کلانتری یا رئیس پاسدار، و اگر ترک پاس بکند از 6 ماه تا 3 سال زندان می رود. وقتی من قراول بودم دیدم از پشت درخت‌های دارایی دودی بلند شده. در همین حین یک دختر و پسری، این جمله را تکرار کن. دیدم یه دودی درخت شهرداری که چون برابر و پشت مال سینما پیدا نیست. بند. و شهرداری یک کمی پشتش پیدا مال دارایی. بند. پشتش مشخص، یه دودی کمی مشخص بود. ما اینجور قدم که میزدم چون کراول حق نداره 4 قدم بیشتر بره. بند. اینجا تا ایدم در اگه سربازی رفته باشی. و ما دیدن دختر و پسری اومدن اطلاع دادن که سینما آتش گرفته. ما هم فوری زنگ زدیم به افسر نگهبان و معرفیش کردیم و اینا، گفتم برو پیش افسر نگهبان. افسر نگهبان هم این عیاری بود. معرفی کردید؟ بله. به کی معرفی کردید؟ من دیگه نمیتونم برم که داخل، گفتم برید داخل پیش افسر نگهبان. کی رفت داخل؟ همون دختر و پسر رو نمیشناسم. یا دختری بود باید. اونا برای چی آمده بودن؟ گفتم ما توی سینما اومدیم ساندویچ بخوریم، اومدیم پایین که بیاییم فرار کردیم. گوش دامنش از سوخته بود. آها. بعد یادت هست دقیقاً چه ساعتی بود؟ والا من اون موقع ساعتش دقیق یادم نبود، یا 10 الی 10 کم بود یا 9:20 دقیقه یا 9:40 دقیقه یادم نی دقیق. اون موقع 9:20 دقیقه تا 10 اصلا ساعت نگاه نکردی؟ والا من اون موقع دیگه قراول بودم برای افسرا میرفتن و میمدن پا میچسبونم، نیا ساعت که نمیتونستم بکنم. اون موقع طوری بود که مثل علف قراول، یعنی علف بعد 20. سرکار احیایی. بله مرحوم. توجه کنید یک دقیقه، این خانمی که ایشون میگویند همون خانم شیرین قنبرزاده است. در مورد این آقا و خانمی که صحبت میکنید که آمدند و خبر کردند، توضیح بدید کی بودن، چه ساعتی آمدند، چه مشخصاتی داشتن؟ قربان من دقیق ساعتش نمیدونم، منتها کی بودن؟ یه دختری بود با یه پسری که همون شیرینه، کیه که میگه همون فکر کنم بود باشه دامنه سوخته بود. گوتی سینما فرار کردید. که اینا فوری کجا رفتن این دو نفر؟ چی شدن بعدن؟ همون ساعت تو سینما فرار کرد، اومد همونجا نگه داشت، گریه میگم گفت پدر و مادرم تو موندن. چی شدن؟ برگشتن رفتن داخل کرد؟ بعد همونجا نگرشو داشتن، مثل که بعد یه مش سوالات کردن از شویه نکردم. من نمیدونم، من از 8 تا 4 تا 12 با قرار بودم، اما چون مامورا برده بودن درب سینما من تا 3 صبح گرفتم. کدوم یکی از کارگران سینما شما رو خبر کرد؟ کدوم یکی داد کشید به طرف شما و شما رو صدا زد؟ کارگر سینما اول نمیم، فقط همون پسره و همون دختره اومد. کی آمد کارگر سینما و شما رو صدا زد؟ همون دودی که من در حینی که دود اینجور قدم میزدن یا بالا کردم، دودی دیدم پشت درخت ها، فکر کردم کاغذ آتیش زدن. کدوم یکی از کارگران سینما رو صدا زد و به شما گفت سینما آتیش گرفته؟ قرار من کارگر نه، گفتم یه پسری بود با یه دختر که همون دامنه سوخته بود اومد، من نمیشناسمش. غیر از این دو نفر از کارگران سینما کی مراجعه کرد به شما؟ هیچ کس مراجعه نکرد؟
کارگره سینما؟ بله. این مراجعه کردم، من یادم نیست، فقط همون دختر پسره که معرفی که از زنگ زد دیگه خیلی میمادن و میرفتن تو شهربان، که بعد یه تلفون زد آقا رزمی اومد. اینا خیلی افسره شهربانی بود که موقعی که رزمی اومد ما میترسیدیم، بعد میترسید چجور پا بچسبونه که مثلا بازداشت بونه. شما ادامه بدید چی شد بعدم؟ بقیر من رئیس کلانتری اومد و اینا همه اونجا بودن که اومد آقای خمیفر گریه میکرد. چی گریه میکرد؟ خمیفر. چی بود؟ همون موقع که قربان اون رزمی بود، اینم بعد جلوتر اومده بود، اینم بود بعد یه رفتن طرف سینما با رئیس دادگاه، رئیس دادگاه بودن با شهردار اینا. رئیس دادگاه کیه؟ همون رئیس دادگاه گستری، نمیدونم کدومش بود، من نمیشناختم. شما هم جلو سینما رفتی؟ نه خیلی، من حق ترکیب، من میگم تا سه صبح پست بودم، حق ترکیب پاس کردم. اگه ترکیب پاس کردم از شیش در سینما را نمیدونی کی بسته؟ والا در بی سینما من نمیدونم، من نرفتم و جرعه نمی کرد ترکیب هست کنم. قراری که ملن اینجا مثل علاق باد بیست. خب وقتی که این دو نفر جوون، دختر و پسر آمدن و به شما خبر دادن، شما چیکار کردین؟ قرآن بازی هدایتش کردن را داخل اتاق، نمیدونم. پس زنگ در جبهه رو نزدین؟ در به جبهه، همون دودی که اومدم بزن در همین اینجوری اومدم جو کنم زنگ که زدم دیگه رفتن داخل. کی زدید؟ فکر کنم زنگ هم زدم. کی زدید؟ همون که در حینی که دیدم دودی بارن میشه، فکر کردم کاغذ آتیش زدن، دودش غلیظ بود معلوم نبود. در همین که اومدم زنگ زدم اینجوری، یه باشی زنگ زیاد زنگ میزدی، اگه افسر چی سرهنگ داخل بود ناراحت میشه، موقع چرا فشار میاری. یه باشی زنگ زدم در آقای خان بازرگانی، شما رو اینجا دعوت نکردن که غمنامه اینجا برای ما تعریف کنید که اگر من پا نمی‌شستم بازداشت می‌شدم، اگر زنگ رو با صدای بلند می‌زدن منو می‌زدن، این قصه ها رو نفرمایید. اون چه که سوال میشه از شما جواب سریع و دقیق بدید. قصه نه. بنابراین از شما سوال میشه که زنگ رو کی زدی؟ زنگ قربان ساعتش دقیق یادم نمیاد. میگم همون حینی بود که دیدم دودی هست، فکر کردم کاغذ آتیش زدن. همون دختره با پسره که اومدن که ما اینجور یواش زنگ زدم، گفتم برید داخل پیش افسر. من دیگه نمیتونم. پس قبل از آمدن دختر و پسر زنگ زدی؟ نه، در همون حین بود که من دود دیدم. اومدم زنگ یواشی زدم، گفت آقا سینما آتش گیره، گفتم بودا پیش افسر نگم، چون دیگه من حق ندارم برادر. شما برای آتش گرفتن کاغذ زنگ میزدید؟ قربان دیگه من زنگ معناش چیه؟ من دود که دیدم زنگ در جبهه نگهبانی رو که نگهبان جبهه به صدا در میاره، به چه معنایی این کار؟ و معنایی که قربان یعنی قرار شما الان یعنی خطر هست، یعنی جمع شید، یعنی آماده بشید، یعنی یعنی که آتش نشانی خبر بده، آتش نشانی بیاد. مثلا خدا نکنه این سینما آتش بگیره، اگه آتش نشانی نه میشه خاموش کنیم ما هممون اینجا باشیم. سه آقای بهمنی نفرمایید، فقط جواب به سوال بدید، این زنگ در جبهه رو کی شما میزدید اصولا؟ به چه معنایی این در این زنگ؟ بابا خاطری که پیشونگ افسران و شبم پاشستمونم برای افسران و حفاظت از شهربان، یعنی حاضر باش، آماده باش، هشدار، درسته؟ اختار این، درسته؟ چی؟ این رو برای اختار میزدید این زنگ رو که کادر داخل ساختمان شهربانی گوش به زنگ باشن، بدونن که خبری شد، به این معنا بود؟ اول که اصلا معنای زنگ چی بود؟ معنای زنگ یعنی افسر نگهبان بفهمه که مثلا اگه چیه خبر ده به یه جای بیان، مثلا خبر ده خاموش کنه، آتش نشانی بیا خاموش. در غیر مورد آتش نشانی شما هیچ وقت این زنگ رو نمیزدید؟ نه، اگر افسر یا سرهنگ میماد باز زنگ بزن. چی؟ اگر افسر ارشد میماد باز زنگ بزنی. پس یکی وقتی که افسر ارشد میامد این زنگ رو میزدید، دیگر که در چه مواقعی میزدید؟ دیگر فقط افسری اگر چیز میماد زنگ میزد، اگر دکونی چشم میدید جلوت برابرت آتش میگیره زنگ میزدی. مثلا مگر چند دفعه جلوی شهربانی آتش گرفته بود که شما یاد گرفته بودید موقع آتش گرفتن زنگ بزنی؟ مثلا قبلا سابقه داشته اونجا آتش بگیری جایی؟ بله، جلو اون لادن و اینا لادن. اون موقع شما سر پست بودی؟ نه من نبودم. اون نبودی. موقع هر که باشه باید زنگ بزن، نه من.
یه سرباز هر که باشه وظیفه‌شه که یه چی ببینه زنگ بزنه. خیلی خوب. پس یکی وقتی افسران می اومدن، افسران ارشد می اومدن، شما زنگ می‌زدید. دوم وقتی که دوم مثلا اگر یک بمب بیزره جلوت ببینی نمیتونی دست بزنی چون بلد نیستی. خبر یکی میدی بیاد ببینه فقط. بسیار. چون اینجا من قرارم اگه اونجا آتش بگیره من حق ندارم برم اونجا. بسیار. پس به شما اینا رو آموزش داده بودن یا به ابتکار خودت این کارا رو می‌کردی؟ قربان من همین که آموزش من 6 کلاس بیشتر سواد ندارم. منظور این که زنگ رو بزنی یک آموزشی می‌خواد. کسی یاد به شما داده بود؟ نه یاد نداده بود. ممکن تو آموزشگاه بهت میگفتن مثلا تو قراولی وظیفه اینه که اول پیشبرنامه کنی برای افسران، پا بچسبونی برای درجه دارا. و اگر چیزی هم دیدی فوری اطلاع بده به افسران. اطلاع بده. پس ما اینطور می‌فهمیم که غرض از زدن این زنگ اخطار و اخبار بوده است، خبر دادن بوده به کادر داخل شهربانی، درسته؟ یک، وقتی که افسر ارشد می آمد. دو، وقتی که بمبی می دیدی. سه، وقتی که آتش سوزی می شود. یعنی یک چیزی کاغذی هم می دیدی نمی فهمیدی؟ من که مثلا دستش نمی تونستم بزنم، مثلا خبر می دادی آقا این چیه می بودن بازرسی می کردم اونهایی که تخصص داشتم. اگر کاغذی افتاده بود دمی در زنگ می زدید؟ اگر مثلا ازش مضمون می شدی بله دیگه قربان. خب بسیار خوب. بنابراین وقتی که یه چند تا کاغذم آتیش میگرفت اون طرف خیابون و دودش بلند میشه، مثلا رسم از این رفتگرهای شهرداری داخل جوی آب کاغذها رو آتیش میزنن برای اینکه حمل نکنن، اگر شما هم چیزی میدیدید زنگ میکشیدید، زنگ رو میزدید؟ چیزی رو قرار؟ اگر شما که اینجا قراول بودید در 500 متری یک 10-12 قطعه کاغذ رو یک آدم ولگردی آتش میزد و دود بلند میشد، شما زنگ میزدی؟ نه دیگه کاغذ رو وقتی من دیدن دود بلند اول فکر کردم دکان یک کاغذ. فقط جواب سوال من رو بدید. پس اگر 4 تا تیک کاغذ آتش میگرفت شما زنگ نمیزدی؟ چون رئیس شهربانی ما یه تیپا بهتون میزد میگه مرد حسابی 4 تا کاغذ آتش گرفته چرا خبر کردی؟ چرا زنگ زدی؟ درسته؟ این زنگ مال مواردی بود که خطری رو شما حس میکردی؟ خود اون روی انسانیت رو چی خودت میزنی؟ اگه نه ولی به تو ربطی نی تو قرالی روی انسانیت یه جایی میبینی یه زنگ میزنی که بفهمم فلان روی انسانیت خودت. خب دوباره من سوال میکنم، قصه نگید، شما انسانلا شخص انسانی هستی، فقط جواب سوال رو بدید. شما اگر میدیدید که چند ورق کاغذ رو آتیش زدن زنگ رو میزدید؟ کاغذ چه جوری باشه؟ مثلا ما این پرونده رو اونجا بندازیم آتیش بگیریم شما زنگ میزنید؟ یه کاغذ که دیگه زنگ نمیزنید. زنگ نمیزنید. پس این که فرمودید من فکر کردم کاغذ رو آتیش زدند که دود داره بلند میشه، این رو دروغ فرمودید. برای دودش رو قلیز بود تو مال پشت سینما، یک کمی که مشخص هوایی بود، ما گفتن یا کاغذه یا جای آتش گرفته یا دکونه یا بانگیه. یعنی کاغذ دودش به اندازه بلندی درخت ها و به اندازه بلندی سینما دود بلند میکرد. یه قرار من دودی که دیدن در همه حین اومدن. پس اینجای قضیه روشنه که شما خلاف واقعی میفرماید و برای کاغذ زنگ اصلا نمیزدی و دود 4 تا کاغذ یا یک سبد کاغذ هم به اون اندازه بلند نمیشد. بنابراین روشن میشه که شما مطلع شدید که سینما رو آتش گرفت. نه من نمیفهمیدم حتما سینما، تا موقعی که این دختر و پسره گفتن سینما آتش گرفته از همون دور جار میزدن. خب شما وقتی این دود رو دیدید زنگ رو زدید یا قبل یا بعد؟ من همین جوری که نیا کردم اینجور دیدن یا دودی به اول فکر کردم چیه مه هست، من نیا کردم دیدن همه اینجور نیا کردن که در همه این من یه سرم ای بر کردم اونا داد زدن که سینما آتش گرفته. من فوری کجا داد زدن؟ کجا بودن که داد زدن؟ اونا در شهربانی میدونن حراسان میبودن دیگه. داخل حیات شهربانی همین از همین درب شهربانی که زنجیر میندازن باز بود از همینجا دایدن بود از آتش گرفته فلان و اینا. شما همون موقع زنگ زدید؟ من همون لحظه قرآن زنگ زدم. همون لحظه زنگ. یادم نیست چه ساعتیه، چون من 8-7 ساعت قراولی گرفته بودم خسته بودم. هیچ یک از کارگران سینما هم در این مدت یادم ساعت نیست. هیچ یک از کارگران سینما هم به شما مراجعه نکردن؟ ممکنه مراجعه کرده باشه، همون پسره هم کارگر سینما بودم ولی من نمیشناسمش. چند دقیقه پیش فرمودید کسی مراجعه نکرد از کارگران سینما؟ من گفتم قربان دوتا اومد، یه پسر یا دختر نمیدونم، شاید کارگر سینمایی هم بوده ولی من تو سینما ریت اصلا یعنی در سینما نرفتم. شما که دود رو در بالای درخت ها و رو آسمون به شکل مه میدیدید، اینا هم که از سینما خارج میشدن میدیدید؟ فرار میکردن به طرف خیابون زند و امیر چهار داشتن؟ سینما پنهان بود، برای من سینما رو نمیدونم چون پشت درخت ها مشخص نبود. شما در ساعت حدود 10 دقیقه به 10 یا 10 دقیقه بعد از 10 اصلا کسی رو در اون منطقه جلوی سینما و شهربانی و دارایی در حال فرار اینها ندیدی؟ من نه، من قراول بودم فقط وظیفه‌ام یادم داده بودن که تا
تو پیشونگو اینجا مثل علف اینجا بیست و برای افسران درجه دار. همین.